به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم. یه بار چند وقت پیش در رابطه با استاد پایور و آن چیزی که به لحاظ فنی تو زندگی هنریشون اساسی و مهم بود و همچنین ضرورت این نوع مطالعات و بررسی ها سخن گفتم، این بار در رابطه با یکی دیگر از اساتید بسیار نام‌آور و بی‌نظیر شاید استاد پرویز مشکاتیان چند دقیقه عرض خواهم کرد. اون چیزی که تو زندگی هنریشون به نظر میرسه که خیلی بولد بوده و اساسی بوده از ماجرا، من آن چیزی که در الان میام تو بدو امر در واقع میخوام بهش اشاره بکنم این است که هر چند ما پایان‌نامه هایی هم داریم در رابطه با زندگی استاد پرویز مشکاتیان، ولی واقعا تا حالا هیچ پایان‌نامه اساسی هم رو آثارشون نیست، رو کارهاشون نیست. یعنی حتی تو سطح دانشگاهی هم خیالتون راحت که همین جور حرفای وی علاقه داشت به سنتور، وی علاقه داشت به ستار، وی علاقه داشت به شعر، وی شعره، همه چیزهای غیر فنیه، چهار تا چیز فنی که واقعا اثرگذار باشه و این هنرمند رو معرفی بکنه برای کسی که هست که آقا چه دلیلی داشت که مشکاتیان این جایگاه بزرگ و رفیع رو توی تاریخ هنر ما داره و به چه دلیله. اینا رو واقعا کمتر کسی در موردش بحث کرده. بله، عرض می کردم که استاد پرویز مشکاتیان، حالا همه اینا رو به طور کلی در موردشون خوب می دونیم که ساز تار رو با پدرشون شروع کردن و ویولون، ساز کششی، سازهای دیگه، این هم در حقیقت یه نقطه حسن می تواند تلقی بشه، یه ویژگیست که می تونه تو کار یک هنرمند خیلی اثرگذار باشه. کسی که ساز کششی هم زده علاوه بر ساز خودش که مزرابی است، از یه زاویه یه دیگه اینو ببینه. اصلا شما تو سطوح بالا درس مثلا بحث ساز شناسی یا سازآرایی بحثش همینه که حتی مثلا میگه اگر توان وقتی و مالیش و ایناشو داری بیا برو مثلا یه دوره بزن سازارو، ساز بادی چوبی بزن، بادی برنجی بزن، ساز کوبه‌ای بزن، که این به زبان ساده بیاد دستت که هر کدوم چه بیانی دارن، چه حدود و سغوری دارن و چه ویژگی‌هایی دارن. استاد پرویز مشکاتیان این حسن رو داشتن که چند تا ساز رو در حد خوب زده بودن، تار رو خیلی زیاد زده بودن، خوب زده بودن، ساز ستارشون همینجوری به چند تا روایت آقای یوسف فروتن استاد و آقای دکتر صفت سالها با ایشون ستار زدن، حتی تو دانشگاه هم ایشون بر طبق آن چیزی که هم نسلانشون میگن یه ماهور رو با ساز سنتور تو دانشگاه کار کرده بودن، خب ردیف رو خیلی خوب بلد بودن و تسلط داشتن از طریق آقای صفوت و ساز ستار و ساز ستار آقای استاد فروتن، یعنی با ساز سنتور یه ماهور رو آنگونه که خیلی از هم نسل هاشون اشاره میکنن، استاد گنجه‌ای، استاد حسین علیزاده که خیلی دوست بودن باشون، میگن یه ماهور رو میزدن، همیشه هم آقای برومند سر این قضیه به شوخی و جدی همیشه میگفتن آقا به پرویز بگید که بیاد سر کلاس ما، هم هی نره سر کلاس دکتر صفوت. همیشه ایشون علاقه من بودن که توی اون دوره مثلا برن کلاسشون رو تو ستار، بسیار خوب توانمند بودن ستارشون و اون ستارشون که یک کم نه زمخت ولی
ستار نوازی خاص خودشون رو دارن، اونم به دلیل این بود که با آقای استاد فروتن در واقع این ساز رو و به سبک ایشون این رو پیشش برده بودن که یکم دست حالت کاملا عمودی داره به صفحه و یه صدای خیلی قوی تر و خیلی تخت تریه به نسبت اونایی که مضرابشون رو از به شکل مثلا اوریب روسیم میزنن. اینم یک ماجراییست که خیلی وقتا بحث میشه تو جامعه هنری که آقا مثلا ستار آقای کیک از این ستار خیلی بهتره. این به خاطر سبک دست راست ایشون بوده، وگرنه خیلی توانمند بودن تو ستار و خیلی سال کار کرده بودن ستار و اونس داشتن با ساز ستار. البته استاد حبیب سمایی هم همینطوری بودن. این مثلا نمیدونم یه چیزی کمه اینایی که ساز سنتور میزنن بعد از یه مدتی علاقه من میشن که یه ساز دیگر هم بزنن، علاوه خصوص ساز خب ستار. بنده حقیر هم همین کار کردم. شما یه موقعیه که حالت مثلا با اون یه مایهی که سازت کوکه، سازت سنتورت کوکه، شاید خیلی مچ نیست، الان حال شور نداری ولی اون شوره. خب همیشه یه ستاری باشه که مثلا بتونی هر دستگاه دیگه که میخوای باشو بزنی به زبان ساده، این خب کمک خواهد کرد. یا استاد پایور هم به همین ترتیب یه مدت تار زده بودن، خیلی کوتاه یه مدت تار در واقع کار کرده بودن، حتی یه کتابی هم در رابطه با تار دارن، یه اتودای برای تار دارن و دستور مقدماتی تار دارن استاد پایور، که دیگه چاپ مجدد نشد تا جایی که من میدونم. تا چند سالم چاپ میشد، نشر ماهور من فکر میکنم، ولی الان اگرم باشه حالا از اون چیزایی که قدیمتر باشه. و خودشون هم سر کلاس میگفتن یه مطالعاتی رو تار داشتم، بالاخره یه اون با استاد شهناز، استاد ظریف، با خیلی از تار نوازان توانمند و قدر با هم تو یه گروه بودن، یه کاری هم برای تار به این شکل انجامشون داده بودن. در صورت آن چیزی که بارزه تو شرح حال ایشون به لحاظ فنی اینه که ایشون این توانو داشتن که بتونن یه ملودی رو از هر زاویه‌ای ببینن، از زاویه یک ساز زهی زخمه‌ای مثل سنتور، از سنخ یک ساز زهی با مزراب مثلا تار و ستار، سازهای دستدار مزرابی و سازهایی که کششی است، ساز ویولون. این خیلی حسن اساسی و بزرگی است، تو کاراشونم اینو دارن. استاد پایور هم به وجه اینکه اصول آهنگسازی رو در واقع خیلی علاقه داشتن و کار کرده بودن، این رو دارن تو کاراشون. یعنی خیلی وقتا شما حس اینکه کسی که این کارو ساخته نوازنده مثلا تار یا سنتور یا کمانچه رو ندارید و این حسن خیلی اساسی به حساب میاد که تو قید و بند ساز خودت فکر نکنی، خیلی فراتر بتونی که فکر کنی این ساز کمانچه است، با ساز تو فرق داره، این ساز نیه، با ساز تو فرق داره. مثلا این فکر رو نکن که هر آن چیزی که داری با سنتورت میزنی مثلا باید به اونم این بدی بزنه. زبان ساده. اینی که استاد از طریق اینکه این سازها رو خوب کار کرده بودن، از طریق یا از راه اینکه خیلی سال این سازها رو کار کرده بودن، به این درک در واقع دست پیدا کرده بودن. تو خیلی از این کاراشون اینجوریه، تو کار مثلا این کاملا کششی فکر کردنه، یعنی کاملا روی این قضیه آگاه هستن که میشه یه ملودی که کم حرکت کم پرشه، مثلا که تو سازهایی مثل سنتور و تار شاید کمه، همش میله به چهار مزرابه، به آرپژه، به پرشه، به این وره اون وره، یه سیم واخانگاتی داره. نه، کششی فکر کن، کششی. اینو خیلی تو کارشون دارن
یعنی چند وجهی فکر کردن به چند نوع ملودی ها، حتی تو خزانشون هم اینجوریه. اونا برای همین هم از با سنتور میزنیم اینقدر یه جوری صدا میده، یه هم بیتیم دیدیم 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 میره دو دیدیم 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 فام میره دیدیم 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 رد دیدیم 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 میره دو اینجوری هی صدا میده، برای اینکه اینا ذات ملودیش کششیست. میره دو فام میره کششیست. و اگه اینو بخوای با سنتور همین کارو بکنی، خب اون زیر هیچ پایه‌ای نداری که بخواد اتک بده، ریتم بده. اگرم این کارو بکنی، خب ذاتن این ملودی ها فقط داری یه چیزاییشو میزنی، یانگ تون 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 دینگ گارنگ، به این شکل میشه. این یه حسن اساسی است که باز خیلی از عزیزان دیگه ما که آهنگسازی کردن و قطعی ازشون به یادگاره، شاید از این یک نقطه یا این یک نکته ضعف داشتن. اینه که مثلا همیشه تاری فکر کردن، یعنی از تا تهش مشخصه که طرف تاره، از همون یه میزان اول تاره دیگه سازش طرف، مثلا هیچ شناختی که روش نداشته باشه خیلی تاری فکر کرده. این ماجرا هست. یه حسن اساسیشون که به نظر من واقعا اینه، یه شناخت کافی و کاملیه که از هر دسته از سازهای ما داشتن و به کمکشون این بعدن میاد تو ساخته هر تمشون. یه قضیه دیگه ای که همیشه داشتن اونسی بوده که ایشون با شعر داشته. ایشون خیلی ادیب بودند، بسیار ادیب بودند، یعنی حتی مثلا به شعر جواب میدادن همیشه، هر چیز طنز و غیر طنز و تو مجلس و تو غیر مجلس و تو سفر، و خیلی جاها از ایشون نقل شده است که با شعر پاسخ میدادن. اون چیز عجیبی داشتن با شعر، با به قول معروف با حکما خیلی زیاد در تماس بودن. آقای دکتر شرف‌الدین خراسانی که یکی از فلاسفه بسیار تاپ ما هستن، الان در قید حیات نیستن، کل آثار قدیم یونان رو، تاریخ قدیم یونان رو ایشون به زبان ما برش گردون در زبان فارسی، و خیلی آدم حکیم و فیلسوفه، خب درجه یک بودن، با استاد پرویز مشکاتیان خیلی دوست بودن، یعنی برخلاف استاد پایور که علاقه به شعر و ادب داشتن در حد خودشون، در حد یه هنرمندی که با کلام یا با یه بدنه یک فرهنگ چند هزار ساله، یک زبان خیلی غنی و قدیمی فارسی سر و کار داشتن، اونس داشتن. اما آن چیزی که ایشون داشتن یه چیز فراتر از این حد بود، و به همین دلیل بیشک به نظر من برترین کارهای با کلامی که ما داریم تو موسیقیمون از آن این هنرمند است. یعنی ایشون انقدر در شعر توانا بودن و کاملا هم هست، چند تا هم ازشون چیز کلیپش هست، فایل صوتیش هست که کاملا میگه من اصلا میخوام شعر رو بالا بیارم توی یک تصنیف، یعنی اصلا به دنبال این نیستم که حالا بحث خودش صرف صوت و موسیقیه داره به کجا میره. باز در این حال که ایشون توجه خیلی 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 زیادی هم به این ماجرا دارن و تواضع میکنن، ولی اون خودشون هدف گذاریشون تو کارهایی که با کلام بوده به این بوده است که اصلا میخوام این شعره بیاد بالا، و واقعا هم همین کارو کردن. چه شعرهای نابی رو از حافظ، سعدی، از نمیدونم خواجو، از چه کسایی ما داریم که چه شرافتی با این کارها یافتن. مرا عاشق چنان باید، مرا عاشق، شعر مولانا. اصلا شما میبینین اون حال خرابی که هست و تو این شعره، اینا رو واقعا تو این نسل ما با این نوع آثار درک کردیم و شناختیم. پس یک حسن کار ایشون همیشه این بوده است که تو کارهایی با کلام سرآمد بودن، سرآمد. به نظر من تاریخ معاصر که سهله، شاید کمتر کسی انقدر یک برخورد ویژه با شعر داشتن. یکی از خوش شانسی های استاد شجریان
اون کارهایی بود که با ایشون دارن و کارهای با کلامشونه. استاد فایور کارهای با کلامی که دارن این سنت قاجاره و خیلی ساده است. سنم و ذکر تو گویم، مثل شبیه به کارعمله، خیلی ساده است. با من سنم و تک 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 دوم برگت تا دوم برگتی ده، خیلی عهد قاجاریست و صحیحه، یه تصنیف خیلی صحیحه ولی خیلی کلاسیکه، کاملا تو ساختاره. ولی تو کارهایی که ایشون دارن اصلا فراتر از حدی است که واقعا بخواد نرم باشه، در حد یک شاهکاره. چه برخوردهایی با شعر کردن، چه تصانیفی، یا به کار بردن یه سری ریتم هایی که مثلا حالت تحریرگونه، اونم نه اضافه شده. حالا اینا رو بعدا اگه ایشالله عمری باشه توی بحث استاد آقای ناظری اینا رو من عرض خواهم کرد که خود هجای شعری رو در واقع توی ریتم جای دادنش، مثلا صبح بس از افق مهر براید اینجاش روزی، این خیلی کار نوعیه و یه کار عجیب و غریبیه که تو کار خیلی های دیگه نیست بی‌تعارف. و به طور کلی آنچه که ایشون تو کارهای با کلامشون دارن تماما یه کار واقعا خاصه، هم بسیار عامه پسنده و ساختارهاشون بسیار در این اینکه عمیقه خیلی ساده است. یعنی پرویز مشکاتیان یک کسی است که خیلی خیلی ساده فکر میکنه، در این حال خیلی هم عمیقه، شبیه به سعدی مثلا. یه چیزی است که میگه آقا این خیلی ساده است، که میگیم آقا خب بساز مثل شو. خب خیلی از اوقات به این شکله و برخلاف نسل‌های قبلی، ایشون خیلی علاقه‌مندن به ورود به فرهنگ‌های دیگه. تو کاراشون کارهایی از فرهنگ غرب ایران، کردستان خیلی زیاده، هم تیپ ملودی هم وارد کردن سازه دف رو زیاد دارن، چون دف ساز سنتی ما نیست، ساز کلاسیک ما نیست. استاد فایور فوت کردن، تو یه کارشون دف نداره، 50 سال 60 سال کار کردن، یک دونه دف تو کارشون نیست. و همچنین هنرمندان قدیممون، دف ساز سنتی نیست، سازیست که مثلا نزدیک به 40-50 سال از موسیقی جای دیگه برای ما وارد شده و کردستان وارد شده. ایشون خیلی به ریتم‌های اون ناحیه علاقه من بودن و وارد کردن تو کارهاشون، به تیپ‌های میگه ملودی که هست اونجا اینها رو توش وارد کردن، حتی به فرم‌هایی که هست اونجا خیلی علاقه من بودن، که اینم یه ویژگیه توی این نسل. تو نسل قبل‌ترشون آقای پایور مثلا همونجور که عرض کردم به این شکل نیستن و نبودن. سالهایشون یک سالهای کمی رو درس دادن، اصولا آدم علاقمند به درس دادن هیچ وقتی خوب نبودن، اصلا خیلی قضیه رو عمیق‌تر می‌دیدن سر علاقه ای که به شعر به فلسفه داشتن، خیلی موضوع رو نابتر و شرقی‌تر از این ماجراها می‌دیدن یه حکمتیه که باید طرف بیاد و زانو بزنه یاد بگیره، اصلا بحث و موضوع یه آنه، یه شهوده. اینایی نیستش که شما حالا بیا بشینی بگین چپ این راسته، اینه که تمام عزیزانی که به خصوص تو نسلهای قبلتر الان حدود 60 سالشونه، استاد جواد بتایی یا سعید نعیمی منش یا آقای مناهجی که دود عود رو ایشون نواختن و الان همشون حدود 60-65 سال سنشون هست، اینا تو یک دوره‌ای که استاد کلاس داشتن باهاشون کلاس رفتن، اونم با همین ساز و کار. یعنی اینی که درس جواب بدیم مثلا اینو بزنیم اونو بزنیم هم
تو هیچ یک دوره خاصیشون یک کلاس مدونی که ببری پول بدی و سر ساعت باشد و شرح درس داشته باشه که مثلا اول این ردیف سبا بزنیم بعد پایور بزنیم مثلا بزنیم نزنیم این چهار مزراب رو حالا میخوایم بزنیم تا یه صفحش رو بزن چرا غلطه چرا درسته. هیچ وقت کلاس به این شکل هیچ وقت نداشتن، علاقمند این کار نبودن و خودشون هم به لحاظ مالی همیشه در حدی خدا رو شد توانمند بودن که نخوان برن اصلا توی در واقع این کار. و به طور کلی مسئله بعدی یک تأثیرپذیری است که ایشون از ردیف های تاری داشتن، پایه های تاری داشتن و همین ها براشون شد باعث این که تو سنتور یه تحول جدید به وجود بیارن. یعنی یک شکلای جدیدی از چهارمزرابا خیلی با تنوع بالا و پر سرمزراب ها و اشاره های خاصی که تا قبل از اون نبود، همین خفه کردن مثلا با دست چپ یه سری کارهایی رو دارن که قدیمی ترها تو سنتور نداشتن و اینا رو از تار و ستار به آریه گرفتن به خاطر اینکه سالها این سازها رو خوب کار کرده بودن. نوع جمله هایی هم که دارن هم خیلی جاها تحت تاثیر تار، مثلا همین خفه کردن هایی به پایین اصلا تو قاموس سنتور نوازان نیست. لازی دازی لازی دا 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 لا لا را دا 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 اینها دا 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 که روی سینه دیگه خفه بخواد بشه نه در کسانی مثل استاد پایور نه حبیب سمایی نه کسانی به این شکل هستن. همان گونه که این میزان سرمزراب نوازی هم تو اونای دیگه نیست، این تنوع هم تو اونا نیست، چون اینها خیلی هاش به خاطر اون طرز فکر بازی بوده که ایشون داشتن از سازهای مختلف از تار ستار بالاخص و خب باعث شد یه رنگ جدیدی بده و خیلی جاها اصلا خود این یه منشأ اثر شد. برای همینم باید تو بحث هامون اینا رو ما تفکیک کنیم. یه بار یک هنرمندی است که در مقام یک آموزگار این سالها کار میکنه، کلاس به معنای عرف کلاسیکش داره، این فرق داره با کسی که هنرمندی که علاوه بر همه این ماجراها یک سبک خاصی یا نگرش خاصی یا شیوه خاصی داره. حالا اینا بحثاش خیلی فنیه، سبک چیه، مکتب چیه و شیوه چیه که اینا خیلی جهان با هم خلط میشه در حالی که یک مفهوم بسیار اساسیه توی بحث تاریخ هنر. ولی حالا چون اینجا داریم به زبان ساده سخن میگیم، بحث اینه که خیلی جاها مثلا یه هنرمندی یه طرز نگرش خاصی، یک شیوه، هرچی میگیم بهش، روی ریتم، رو ملودی، رو فرم، رو سازبندی داره که اون خیلی گل میکنه، اثرگذار میشه، خیلی اثر بخش میشه تو اون دوره و منشأ اثر میشه برای خیلی از هنرمندان دیگه. ایشون استاد پرویز مشکاتیان از این دسته هستن، نه از راه کلاس آموزشی هر هفته و سر ساعت بیا و برو و شرح درس بزنیم چه کنیم، درس بهتر شه، اتود چی بزنیم، مثلا اتود بزنیم نزنیم، بیا چیکار کنیم، کارهای همه رو بزنیم، کارهای همه کیاست، قدما غیر قدما. اینا عموما کار کسیست که تو دسته یکی که عرض کردم کلاس داره و درس میده، ولی به هر حال از راه دومیشون خیلی اثر بخش شدن و حتی میگم این باعث شد که توانمندی دسته کسایی که سنتور نواز هستن هم جلو بره. و چون اگه بخواین با اون کلی که مال قدیم بود این سراغ این کارها برین خب شدنی نیست اصلا، یعنی باید دست تواناتر باشه که بتونه این کارا رو بزنه. همیشه اون سری چیزا کارهایی که ایشون دارن در حقیقت شما باید تو سطح‌های خیلی بالاتر برین دنبالش. کسی که از اول شروع میکنه معمولا با آثار قدما، با کتاب‌های آموزشی، با
پاسار استاد فرامرز پایور، و بعد از چند سال که دست و ذهن توانا شه تازه میتونه بره سراغ استاد پرویز مشکاتیان. اینه که این ماجرا رو داره. یه بخش دیگه که تو کار ایشون خیلی بلده اینه که اثرپذیری سایر هنرمندان سازهای دیگه از کارهای ایشون. استاد پایور خب یه کارهایی دارن، خیلی هم زیاد دارن، چند تا کتاب دارن که مایی که سازمونینه و سنتوره زدیم و میزنیم، و حالا اونم دیگه الان یکم کم رنگتر شده، یعنی خیلی ها به این قائلن که همش هم قرار نیست بزنیم، اونایش که شاخصه فلان کتابو بزنیم، شاخصه فلان چیزو بزنیم، شاخصه. ولی حالا در صورت گیرم در نظر بگیریم که همه آثارشون که خیلی هم خوبه و زیباستم، اگر که دوباره داره به در واقع نسل به نسل این رو درسش داریم میدیم، اونم فقط تو ساز خود ماست، تو سنتور چند تا قطعه دارن، شاید بشه 2 تا 3 تا 4 تاشو نام برد که سازهای دیگه هم زدن شنیدن. باز کار ندارم، اینا رو باید ما تفکیک کنیم. یه موقع هنرمندی توانش تو ذهنش، گوشش، تو سولفژش، تو ریتمش در حدیه که، و علاقه مندیش در حدیه که از کارهای این اونم میشنوه، از یه کمانچه نواز، از یه نینواز، از یه کسی دیگه رو ساز خودش اونا رو هم داره، شاید نوت کنه، شاید بگرده و پیدا کنه نوتشو درس بده. الان بالاخره زمانه ای شده که فضای مجازی هست، اینها شنیده میشود، ولی علل اصول به این شکل نیستش که اون کس دیگه ای که تار میزنه یا کمانچه میزنه حتما و لزوما همه اینا رو بلد باشه، حفظ باشه و درس بده. ولی کارهای ایشون اینجوری نیست. استاد پرویز مشکاتیان ایشون بخش خیلی خیلی زیادی دارن تو کارهاشون که همه حفظن، تاری ها و ستاری ها و کمانچه ها، اونم به خاطر ذوق و نبوغ ایشونه، بخشیش به خاطر اینه که آداپته پذیر هستن اینا برای تار و ستار، چون چه بسا از دل تار و ستار هم در آمدند و یه بازآفرینی شدن در واقع برای سنتور. خود سنتور با این پایه ها نبوده، با این فرم ها و اینا، چون از دل همون تار و ستاره در اومدن، خیلی خوب به دل اونها خواهد نشست و بخش خیلی خیلی زیادی تو کاراشون دارن که همه حفظن، همه شنیدن. و یک چیز دیگه ای هم که این وسط اثرگذار بوده، پس یکی این که اولا واقعا خیلی زیباست و تو سیر ملودی، در این اینکه خیلی ساده است، در این حال خیلی هم خوبه، فنیه، عمیقه و زیباست و تاپه و نابه واقعا. یکی دیگرش اینه که خب شاید از دل تار و ستار، چون که در اومده، خیلی هم سریعتر آداپته خواهد شد. و بخش دیگه هم مربوط به آن چیزی که توی سالهای خب 50 و 60 پدید آمد، یعنی رفت به سمتی که خب اینا همه یه نسلی بودن تو حفظای شاعه که شکل گرفتن، همه چیز به دست گرفتن، کسانی مثل استاد حسین علیزاده، پرویز مشکاتیان، عایشه کارچی، همه اون نسلی هایی که بودن با هم اصلا ماجرا عوض شد. ماجراهای قدیم تر از بین رفت، آقای خرم و تجویدی و یا حقی ها، اینا همه به نوعی خانه نشین شدن و یه سبک جدیدی به وجود اومد که همه پیر و جوان باهاش همراه شدن، چون یه کار بسیار اساسی توش رخ دادش که انقلاب بود سال 57. اینه که اینم در واقع خودش موضوع یک بحثی است و به عنوان یک دلیل اساسی که کارهاشون در این حد گسترده شد، باز شد تو سازهای مختلف و همه حفظن، شاید برای هر نسل دیگه‌ای پدید نیاد، پیش نیاد، بخشیش در حقیقت همین نوع ماجرا بود. ایشون برخلاف مثلا نسل قبل‌ترشون استاد پایور علاقه‌مند به بحث ارکستراسیون و سازبندی، به معنای اینکه بخوایم بگیم ارکستراسیون شده، خب نبودن. عموم آنچه که دارند
تو بخشای خیلی زیادیش به شکل تک صدایی اونیسونه، یعنی همه سازها دارن یک نوتو میزنن، یه ریتم و یه نوتو دارن میزنن، ارنجمنتی اون زیر نیست، که طرز فکر خاص خودشون بوده تو حفظ و اشاعه. خیلی از هنرمندان دیگه با این نگرش بودن، الان هم هستن، یه نوع نگاه دیگه یه به مقوله عرض میکنم که گروه نوازی، که به این قائلن که باید همه با هم یک نوت رو در واقع باید بزنن. توی یه کارهایشون هم به شکل خیلی چارچوب دار دارن، تو چکاد یا تو قسمتی شبه بیدادشون مثلا، یا یه چیزهای شبیه به یه کارهای قدیمی ترشون، شاید یه خط باسی، اونم نه همه یه کار یک خطی، مثلا یه جاهایی فرقی بکنه، ولی اساسا این که قائل باشن به این که ارکستراسیون به این شکل هست نیست تو کاراشون. و خیلی هم جالبه هر وقت خواستن کار از این دست بکنن، این مثلا فرض بگیرید که جان و شاق یا دوده اود، این رو به کسی خاص دیگه ای بردند و سپردند. اگه قرار بوده که ارنجمنتی روش انجام شه، اصلا خودشون این کارش رو انجام ندادن و دادن به کس دیگه. هیچ کاری از ایشون نیستش با ساز ویولون، آلتو مثلا اینا باشه اساسا. حالا تو کاراشون مثلا یه جایی به جهت حفظ باسه بیشتر، یه سازایی هم آوردن، این ساز چلو تو وطن من مثلا هست. ولی از علل اصول اگرم که رنگی تو ارکست دارن میدن، در واقع به این شکله که حالا یه جایی مثلا سازای کمانچه و نی با هم بزنن، اونای دیگه چیزی نزنن، یه جای دیگه اینا بزنن، یه سوال و جوابی که از قبل‌تر از ایشون هم هست و بوده. و اینقدر هم که کاراشون واقعا به لحاظ سیر ملودی غنیست، به لحاظ ریتمیک غنیست، یه سری اکسنتایی رو ایشون عوض کردن، یه کارهای عجیب غریبی کردن که اصلا تا قبل از اون واقعا نبوده تو زمینه ریتمش. اصلا چند ساعت بعد نشست و صحبت کرد که چه کارهایی کردن، اون کار عالی که دارن، در همه دیر مغانیست شما شیطان، یه تصنیف لنگ خیلی عالی و زیبا که فقط از دل یه کسی به این شکلی برخواهد اومد که اینقدر رو شعر سوار باشه و مسلط باشه، واقعا باید ادیب باشه که بتونه همچی کاری بکنه. این هست که اینم جزو آن چیزیست که ایشون خیلی خوب روش کار کردند و علاقه من بودن و ریتمو خیلی خوب علاقه من هم بهش بودن و هم توانمند بودن. مثلا اون یه جمله‌ای که تو شورانگیز هست، اون اصلا یه انقلابیست دیگه، تا حالا نه کسی همچین کاری رو کرده بود از قدیمی ترا. ره ره دو سی دو ره دو ره دو ره ره دو سی دو سی دو سی دو دی دب ربا دا دی دو در ره دا دی دا در ره دا دی دب ربا دی دا دی در ره دا دی دب ربا با کاملا از اکسنت هایی که تو دل موسیقی ما هست تو ردیف ها، و این رو تونستن به شکل خوب عملی و هنری درش بیارن و واردش بکنن توی یه چهارمزرا. و یه نکته دیگه ای هم بودش که اگه خاطرم بیاد الان، جزو چیزهای اساسی است که ایشون دارن و کسی دیگه واقعا نداره، آن چیزی که تو این فایل صوتی، این مجال، این کلاس، این فایل میشه صحبت کرده، یا نه یه شخصیتی مثل ایشون، استاد شجریان، استاد پایور، استاد حسین علیزاده، جوریست که بعد چه پایان نامه ها روش نوش و کتاب ها نوش. به هر حال اینم از بحث فرم هاشون که خیلی وقتا همون شکل سنتی است، آن چیزی که از قدیم تر بوده. و همین تا اینجای بحث باشد، انشالله تا یک جلسه دیگر و نقد و بررسی یک هنرمند دیگر. فعلا خدا
حافظ.